در نظر است که پس از جشن 30 سالگی استقلالیت در تاجیکستان یک تغییرات جدی و سرتاسری در هیئت رهبری کشور عملی کرده شود. در اولین قدم گفته می شود پرزیدنت کنونی امام علی رحمان کرسی ریاستش را به پسرش رستم امام علی واگذار نموده خود همچون پیشوای ملت کشور را اداره خواهد کرد. در قدم دوم در تمام هیئت حکومت تغییرات به سمت جوانی شوی صورت گرفته، یک کابینه عبارت از کادرهای جوان روی کار خواهد آمد. یک منبع از حکومت تاجیکستان به شرط برده نشدن نامش به پایگاه خبری بامداد گفت پس از برگزاری جشن 30 سالگی استقلالیت در حکومت تاجیکستان تغییرات کلی به نظر گرفته شده است. در اولین قدم انتقال قدرت به رستم امام علی صورت خواهد گرفت و بعد از آن کابینه نوی وزیران تشکیل خواهد شد. به گفته منبع در دوشنبه آمادگی ها به اجرای این نقشه به تدریج ادامه دارد، ولی در حال حاضر گفته می شود یک مشکل بازمانده تا هنوز پیدا نکردن نامزدهای موافق به دو مقام کلیدی کرسی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و وزیر کارهای داخله می باشد که تا به امروز حال خود را پیدا نکرده است. به کرسی وزیر کارهای داخلی چند نامزد پیشبری شده است، از جمله وزیر کنونی رمضان رحیم‌زاده که قرار است بعد جشن 30 سالگی استقلال به مقام کاتب شورای امنیت گذرد. از نامزد شادی حفیظ‌زاده داماد برادرش رحمان‌قل رحیم‌زاده حمایت میکند. شادی حفیظ‌زاده که فعلا رهبر اوباب ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه را در وزارت کارهای داخله بر عهده دارد، تا چند وقت پیش شانسی از همه بلند داشت، ولی چندین اشتباه اخیرش بخصوص در یک جای نادرکار ساختن درد سر با استرداد برقیده بسیاری ها در مقامات رهبری تاجیکستان بیهوده عزت امان شانس خود را خودش خیلی زد. معاون اول وزیر داخله عبدالرحمن علمشاهزاده و سردار ریاست وزارت کارهای داخله شهر دوشنبه شریف نظرزاده، همچنین فرمانده قشونهای داخلی وزارت کارهای داخله سوراب رؤوف‌زاده از دیگر نامزدهای مطرح به مقام وزیر کارهای داخلی نام برده می شوند. بنا به اطلاع دریافتی شریف نظرزاده و رؤوف‌زاده سوراب از پشتیبانی رستم امام‌علی برخوردار بودند، ولی پسر کلونی پرزیدنت شادی حفیظ‌زاده را خوش نداشته است. به عقیده منبع بامداد هر نفری که امسال به مقام وزیر داخله می آید وزیر دوره گزارش خواهد بود و در این کرسی تا به حد وزیری سبزیدن پدپلکونی شورخ سعیدزاده رهبر کنونی ریاست کوفتوکوف جنایی وزارت کارهای داخله و دوست نزدیک رستم امام‌علی کار خواهد کرد. به فرق از رهبری وزارت کارهای داخله به مقام رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تا حال نامزد سزاوار پیدا نکردند. فرهاد کمالزاده یک زاده نوی دنگره ماه اکتبر سال 2019 به مقام معاون اول سیمومی نیتیموف تعیین شد، ولی در عرش سیاسی دوشنبه برخی تا حال شبهه داشتند که آیا او میتواند نیتیموف را در مقام رهبری اول کمیته دولتی امنیت ملی عوض کند. خود نیتیموف که از سال 2010 رهبری کمیته دولتی امنیت ملی را در دستش دارد و روز 23 ایول به سن 66 میرسد، قرار است بعد جشن استقلال به منصب بیشتر افتخاری یاردمچی پرزیدنت در امور امنیت و دفاع تعیین شود. چند سال پیش جنرال شیرعلی خیرالله نیز بعد رفتنش از کرسی وزیر دفاع چند سال همین کرسی یاردمچی را اشغال کرده بود. نقشه انتقال قدرت از امام‌علی رحمان به پسرش رستم امام‌علی چندین سال باز در دستور کار قرار دارد. هنوز در سال 2016 مخصوص برای رستم امام‌علی سنی حد اقل نامزدها به پرزیدنتی را از 35 به 0 آوردند که او حق اشتراک در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 را به دست بیارد، ولی سال 2020 جناح‌های مخالف این نقشه توانستند از برخی عوامل‌ها از جمله از بحران کرونا ویروس و اختلاف در داخل آیله پرزیدنت استفاده برده امام‌علی رحمان را با احتیاط و اساساً از طریق پیوندان خودش متقاعد بسازند که حالا وقت انتقال قدرت نیست. شاید زور رستم برای حل مشکلات چون بحران کرونا ویروس نرسد. دلیل دیگری که پرزیدنت را از رایش برای سپردن قدرت به پسرش در سال 2020 گردان تاکید مخالفین این نقشه به اهمیت جشن 30 سالگی استقلال بود که می گفتند امام علی رحمان باید خودش این جشن را
سر و بر شود و آن مثل یک نگین 30 سال حکومت او را جنبست کند. منبع بامداد میگوید خلونیز مخالفین نقشه انتقال قدرت به رستم امومالی بخصوص در نهادهای قدرتی آرام نگرفتند و کوشش خواهند کرد که امسال هم مانع عملی شدن این نقشه شوند و یا آن را حداقل بار دیگر به تاخیر اندازند. با گفته این منبع چند عامل وجود دارد که میتواند مخالفین نقشه انتقال قدرت را امسال هم کامیاب گرداند. یک عامل این باقی ماندن اختلاف در داخل اویله در مسئله پرزیدنتی رستم است. منبع بامداد گفت مخالفان و طرفداران این نقشه را در داخل اویله میتوان شرطن با دو گروه تقسیم کرد: قرغنی ها و دنگرگی ها. قرغنی ها از جمله حسن اسدالله زاده، داماد ها زویر و شمس الله را فرا میگیرد. قسم بیچون و چرا و قسم شرطن، یعنی در بهای پذیرفتن شرطهایشان، از رستم امومالی طرفداری میکنند. دنگرگی ها از جمله رهبر دستگاه پرزیدنت آزاده رحمان طوری به نظر میرسد چندان به پرزیدنتی رستم مویل نیستند، حداقل در مرحله کنونی. با گفته همصحبت ما دو مشکل دیگر سیاسی نیز در برابر این مسئله مهم انتقال قدرت وجود دارد که یکی مسئله تا حال حل نشده اپوزیسیا در خارج قرار داشته میباشد و عامل دیگر که در چند هفته اخیر با سرعت اهمیت پیدا کرد نفوذ گروه طالبان در افغانستان همسایه. وزیر نظارت این گروه تندرو قرار گرفتن بخش اعظم مرز با تاجیکستان است. منبع بامداد میگوید دوشنبه تلاش دارد که مثل سالهای 90 با میان روی ایران و مساعدت روسیه مسئله اپوزیسیا در خارج قرار داشته را حل و با مخالفانش سازش کند. به خاطر قنات رهبران اپوزیسیا دوشنبه با یک سلسله گذشته روزی شده است و از جمله گویا آماده بود است که در پیشروی جشن استقلال مخالفین زندان شده را عفو و از محبس آزاد کند. رهبران مخالفین بخصوص حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان رسما خبر میان روی ایران برای حل اختلاف بین آنها و حکومت تاجیکستان را رد میکنند و میگویند حتی چون این تلاش اصلا نشده است. برخی منابع نزدیک و رهبران اپوزیسیا به طور غیر رسمی و بامداد گفتند که در حقیقت برخی صحبت های در این زمینه صورت گرفته است، ولی این صحبت ها بیشتر پیرامون آزمایش نظر این طرف با امکان سازش با حکومت بوده و باید است که در مدت کوتاهی که تا جشن استقلال باقی مانده است، یعنی در یکونی ماه دیگر به انجام و به نتیجه برسند. به فرق از مخالفین در دوشنبه هنوز نمیدونند که با مشکل طالبان چی کنند، زیرا تا حال ناروشن باقی مانده است. معلوم نیست که وضعیت در کشور امسایه چی میشود و بسر دولت در کابل کدام گروه میآید. باز یک عامل دیگر که تو رفت دختر میشود این موج نو کرونا ویروس در تاجیکستان است که امسال از خیش و تبار نزدیک پرزیدنت نیز چند نفر قربان آن شد. منبع بامداد میگوید این نقشه تغییرات بزرگ در عرش سیاسی دوشنبه تنها یکی از سناریوهاست که وابسته به تأثیر عامل های مختلف یا عوض شدن افضا از جمله در اون سو و یا حتی در این سوی عمو میتواند عوض شود یا تغییر یابد.